های راه مدرسه، باز آمد بوی راه مدرسه، بوی بازی های راه مدرسه، بوی ماه مهر، ماه مهربان، بوی خورشید پگاه مدرسه، بوی ماه مهر، ماه مهربان، بوی خورشید پگاه مدرسه. از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه، از میان کوچه های خستگی می گریزم در پناه مدرسه. روز اول لاله ای خواهم کشید خانوم. من نمیخوام همش 20 باشه. شما اگه کاری بکنید که یکی دو تا 20 داشته باشه من دلم خوشه. همین. خدا شانس بده. هی خدا شانس بده. من نمیدونم این پسر چی شد پسر سفالا کمتره. چپ میره راست میاد یه شکلات دهشه میذاره کف دست آدم. چی آقا سفالا؟ آقا چه میدونم والا این پسره معدلش 20 بود. گفتم یکی دو تا شکل بخرم کارخونه برای بچه‌ها بخورم. پس فرداش میاد دو تا نخودچی میذاره کف دست دادم. چیه؟ از فیزیک، شیمی، نمیدونم فارسی، دست و کف، زهرمار، همش بیست بیست. من نمیفهمم. مگه همه بچه ها باید 20 بگیرن؟ مگه 15 و 16 نمره خدا نیست؟ ما باید شکر کنیم که اون هر سال قبول میشه. تو کارخونه همه میگن کار آقا سفر 20ه. خب اینم پسر منه باید همه چیزش 20 باشه. من نمیفهمم چشه. آخه این آبش نیست، نونش نیست. آخه چرا نمره 20 نیست؟ حالا اینقدر خلقتو تنگ نکن. آذر جان، بوش برو سر درس مشغول، بقیش خودم میشورم. بالاخره نگفتی معلمش چی گفت؟ هیچی بابا. یه مشتریوری به این باف که اصلا از صد تا یکیشو نفهمدم چی گفت. میگفت چه میدونم فض... انگیزه براش درست کنیم. نمیدونم جا درسی براش به... فضا درسی درست کنیم براش. بعدش هم میگفته چه خوب تو خونه باش با پسرتون کار کنی. گفتم خانوم اولندش کار خونه را عیال میکنه، منم که میرم کار خونه اونقدر کار ازم کشیده میشه که دیگه من رمقی ندارم تو خونه با اون کار کنم. که دویومندش شما اینجا چی کاره این؟ ها؟ شما اینجا چی کاره این؟ سیومندش من دو کلاس بیشتر سواد ندارم. خب هیچی مگر رو میرفت. گفتش که حالا که شما میخواین همش آقا رضا 20 داشته باشه خب براش جایزه بخرین، تشویقش کنین. گفتم آبجی فکر نکنی سفر خسیسه و ناخون خوشگوار. نه هر پولی که در آوردم خرج زن و بچه هم کردم. گفتم ببین سه روز یه پاکت سیگار زر برای خودم میخرم. همین خلاصه آب پاکی رو ریختیم رو دستش و گشتیم تو کاسش. حالا هم برای اینکه روی اون خانمه کم بشه و دیگه این فکر رو نکنه دارم به تو میگم حواست جمع باشه. پسره که اومد بهش میگی بابا گفته فقط 20 میخوام. 20 هر 20 هم 200 پیش من داره. چی؟
200 تومن؟ بله. مگه دیوونه شدی؟ نه خیلی، عقلم هم حسابی سر جاشه. هر 20 200 پیش من داره. بابا، یعنی غیر از هفتگیش؟ آره، غیر از هفتگیش. پس من چی بابا؟ منم 3 تا 20 دارم. تو که بابا گل بلبل خودمونی. آقا پسر، با شما اونجا چیکار داری؟ منو نگاه کن، این بالا ببینم، میخوای دوچرخه بخری؟ آره. یه دقیقه وایسا، الان پدر بزرگم میاد در رو باز میکنه. از اینجا، از این در قهوه‌ای. بخشید آقا، این دو چرخ سفیدی که نواره سبزه چنده؟ مگه سواد نداری گل پسر؟ قیمت که روش نوشته شده که 200,000 ریال. آفرین، یعنی به عبارت دیگه 20,000 تومن. جعجب، بالاخره رسیدی. علی پور. بله خان. احمدی. بله خان. بد نیست بازم تلاش کن. خطیبی. خیلی خوبه، عالیه، ولی امیدوارم تصادفی نباشه. اینو بهش بده. خدا، فقط چجوری بگم، یکی همچی از تنهایی حوصله‌ام سر میره. خب اون که تا ساعت 8 شب سر کاره، منم که کارای دو نفره دیگه، زود تموم میشه، بعدش همش بیکارم دیگه، اینقدر یاد شما میافتم. حالا صبر کن، یه وقتی برسه که اینقدر دوروبر شلوغ بشه که فرصت سرخاروندن نداشته باشی. زود بچه دار میشی، بچه ها دورتون میگیرن، نمیذارن از جا جون بخوری. چه میدونم والله. میگم بابا چی کار کرد؟ قسطا رو میگم ها، تموم نشد. خدا اینقدر شرمندم، زحمتم چه انداختش اونجا؟ از این خط به این ور هر چی بفته مال منه. یه بیست گرفته خودشو گم کرده، ندید پدید. ماما، ماما چی شو؟ آبجی ببین از من اذیت میکنه. وا، شما هنوز این فگو گربه میپریم به هم؟ این دختره کجاست؟ زری رو میگم، چرا با ما سر نمیزنه؟ خب گرفتاره بچه‌م، تازه اول زندگیشه. البته پری روزا یه سری اومد اینجا، هرچی هم اصرار کردم نموند. حالا قرار شد که جمعه با آقا جواد بیان پیشمون. خدا رو شکر پسر خوبی گیرمون اومده، زری که خیلی ازش راضیه. خب خدا رو شکر. آخه بابا بازم امروز 20 گرفتم. قربونه این پسر خوبم برم من. همه خستگی متنم در رفت. بذار فردا من این سیفولا رو ببینم. خب ببنم به شکل. بفرمای، اینم 200. این که گل و بلبل خودمه بابا. آقا سیف الله یه دونه شکلات داده، اونم قسمت شماست. بفرمایید. من شکلات
شکلات نمیخوام، دندونم خراب میشه. فهمیدم، بفرمایید. اینم یه سکه یه 25 تومانی مال شما، بفرمایید. بده من برات نگه دارم، خودت گمش میکنی. اگر سه زاویه یه مثلث کمتر از 90 درجه باشه، اون مثلث رو مثلث حاده مینامند. ولی اگر یکی از زوایای مثلث بیشتر از 90 درجه باشه، به اون مثلث مثلث منفرجه میگوییم. و در نهایت اگه مثلثی یکی از زاویه هاش 90 درجه باشه، اون رو قائم الزاویه مینامیم. در ضمن اگه یادتون باشه گفتیم که مثلث باید سه ضلع داشته باشه. حالا اگر دو ضلع یک مثلثی طوری قرار بگیره که بر هم عمود باشه، یعنی زاویه 90 درجه رو تشکیل بده، به اون مثلث مثلث قائم الزاویه میگوییم. پس بچه ها اگه به شکلی که من روی تخت سیاه کشیدم نگاه بکنید، متوجه میشید که بلنشو ببینم خطیبی، زود بگو من الان چی داشتم میگفتم. شما داشتید میگفتید اگر دو ضلع مثلث چیزه بر هم عمود باشند را قایم الزاویه گویم. خیلی خوب، چون امروزم 20 شدی تنبیت نمی کنم. بشین. سلام آقای رضا. سلام. حالا چی میشه رضایت بدین؟ من قول میدم همشو 200 تومن براتون بیارم. پسر جون، این دفعه چندمه که تو سوال میکنی؟ من چی میگم؟ میگم نه. نکنه عروس میخوای بیا بپرسی؟ برو جانم، برو بز باد بیا. هر موقعم اقلا نصف پول جور شد بیا. حالی چود؟ اینقدر به اون دوچرخه بر نرو. چشم. ولی میترسم تا اون موقع. تا اون موقع هم حق نداری پاتو تو این مغازه بذاری. دوچرخه هم از پشت شیشه نگاه میکنی، اونم فقط یک بار در روز، یا موقع رفتن به مدرسه یا موقع برگشتن. حالا بار دیگه میشه تا اون موقع دوچرخه رو بر من نگه داری نفروشید؟ لا 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 لا، میذاری به کارم برسم؟ ده برو دیگه بچه. Thank you.
سلام. یه میگه خودت بازش کن. امروز گرفتم. خانممون نوشته صد آفرین. آفرین. ماشاءالله ماشاءالله. زود باش بابا جایزه. دویستومانو بذار توی این مستطیل. یعنی چه؟ این کارا چه معنی داره؟ چرا دور نمرت خط کشیدی ها؟ باشه بگی اشکالی نداره. باشه 200 تومن طلبت. یعنی کی میدی؟ خب وقتی حقوقمو گرفتم سر برج بهت میدم دیگه. ها چند روزه دیگه پول اون نمیده. میگه همون سر بچونگا هم گرفتم. رضا اگه بابا همه پول 20 تا بده با پولایی که پیش مامان دایی چقدر میشه؟ 1200 تومن. 51 200 تومنی. راست میگی؟ چقدر زیاد. مامان میگه پول هفتگی هایی رو که پیشش دارم 1500 تومن میشه، ولی مال تو خیلی بیشتره. خب معلومه من از تو بزرگترم. خیلی بزرگترها بعد از کوچیکترها بیشتر داشته باشن. حالا بیام هم یه چیزی بهت نشون بدم. خوشت میاد؟ عالیه، حرف نداره. ولی یعنی تو اینقدر پول داری که اینو بخری؟ نصفشو دارم. خب بقیهش یه نامه برای یه آقای رضایی نوشتم. اگه قبول کنه و زیر حرفش نزنه قرار نصفشو بعدم خورد خورد همون که بابا پول بیستام داد بهش بده. حالا تو اینجا وایسا، الان من میام. بازم که تویی؟ سلام. سلام. چی میخوای؟ هیچ آقای روزه. هیچی؟ مگه قرار نشد که تو پاتو تو این مغازه دیگه نذاری؟ چرا؟ ولی خب گفتم خیلی وقتی سلامی به شما نکردم. خب سلامت که گفتی. دو چرخرم که از نزدیک دید زدی. خب دیگه چی میخوای؟ هیچ آقا. یعنی در واقع میخواستم بپرسم امروز چند روز برجه؟ یعنی تا آخر ما چند روز دیگه مونده؟ آخه تقویم ما پاره شده. همین؟ امروز چند شنبه است؟ دوشنبه. امروز 31 برجی. یعنی آخر ما. این دیگه چیه؟ خرج خونه، قسط جهیزیه زری، کرایه این برج خونه، اینم قسط قرض الحسنه، اینم هفتگی بچه ها تا آخر ما. اینم بمونه تجیب ما. دست شما درد نکنه خانم.
طلب عباس آقا دریانی چی میشه؟ دیگه بهمون جنس نمیده. خوب شد گفتی ها. ای بابا بس من چی؟ پول میسایی که ندادی؟ 10 تا 20 دارم میشه 2000 تومن. اینا هات 3 تا ریاضی، 2 تا علوم، 3 تا دیکته، 2 تا. خیلی خوب خیلی خوب، دیگه نمیخواد بشماری. قبول کردم. خود باید رو زبون خودم میخ طویله میکوبیدم. خب خودتون گفتید سر برج میدم. خیلی خوب، منم قبول کردم پسر جان. دیگه بیا این 2000 تومن. حالا پولا چقدر شد؟ 12200. فکر کنم دیگه فردا بتونم دو چرخ. بابا شما چقدر پول دارین؟ 1520. تو یک گفتی بزرگتر باید بیشتر از کوچکتر پول داشته باشن. عباس دریانی هم مهم نیست، فردا میرم از حاجی قرض میکنم، میارم طلبشو صاف میکنم. نمیخواد از کسی قرض کنی. امروز زنش اومده بود دم در، منم برای حفظ آبرو پولشو دادم. از کجا؟ نکنه باز؟ آره آره، از پولای رضا برداشتم. تا حالا 8500 تومن از رو پولاش خرج کردم. 8500 تومن؟ بله. خدای حالا این پسر پولشو بخواد خیلی ضایع میشه. به این زودی ها فکر نکنم. از صحبتاشون با آذر فهمیدم که داره پولاشو جمع میکنه دوچرخه بخره. سلام آقا. سلام داداش. این دو چرخ آخرش چنده ها؟ قیمت ها مفتوح آقا. تخفیف بده اینو برای بچه‌م بخرم. اینو میخوای؟ آره. ای بابا آقا، یه تخفیف دادن که اینقدر فکر کردن نداره. ارزون بده ببرمش. ای بابا بزار، این فروشی نیست، یکی دیگه انتخاب کنی. خب نه، من فقط وسم به این میرسه. شرمندم. هفته دیگه بیا، یکی دیگه این برام میاره. باش. بیمار با ناراحتی، بیمار با ناراحتی، پاسخ داد. کدام یک از این دو بهتر است؟ بهتر است این مسئله را، این مسئله را بدانم و
و بمیرم تا نادانسته و جاهل در گذرم و جاهل در گذرم. نوشتی؟ سرت تو دفتر خودت باشه. دقت کنین از اول میگم. بیمار با ناراحتی پاسخ داد کدام یک از این